نیاز نمی‌تواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهم. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی ما مبحث ورشکستگی در روز پنجشنبه ششم مهر ماه در برنامه بازشناسی باورها ایمان سلیمانی امیری در خدمت شما خواهد. با عرض درود و سلام و احترام امیدوارم مباحث گذشته ما مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. خب باقی مانده از روال برنامه گذشته به مبحث ورشکستگی عقاید میرسیم. البته خب ورشکستگی مفهومی است در حوزه تجارت، اما ما سعی کردیم از این مؤلفه استفاده بکنیم برای اینکه نشان بدیم در آرا، عقاید و باورها هم دچار ورشکستگی خواهیم بود و همینطور در ساختارها، نهادها، سنتها. چرا از این مفهوم استفاده کردم؟ به دلیل اینکه شاید برای ما قابل درک باشه. ما وقتی در مورد ورشکستگی صحبت میکنیم، مراد و مقصود ما اینه که ورشکسته یک انسانی است که درآمد او، مداخل او، دریافتی های او نسبت به مخارج او کمتره. یعنی ما 1000 تومان در میاریم، 2000 تومان هزینه میکنیم. ما در روند ورشکستگی هستیم و میتواند تبدیل بشه به حالتی که یک شخص، یک تاجر، یک کاسب تمام سرمایه های خودش رو از دست بده. بنابراین نشانه های ورشکستگی به این معنا هستند که شما کسب و کارتون به نحوی است که درآمد شما بیشتر از هزینه های شما نیست و این انسان اگر ادامه بده به این وضعیت به درجه افلاس دچار خواهد شد و خب کسب و کار خودش رو از دست میده. طبیعتا ما انسان ها حاضر نیستیم در یک بنگاه، در یک بانک، در یک شرکتی که با جستجو فهمیدیم در حال ورشکستگی هست سرمایه گذاری بکنیم. یعنی تراز شرکتی در طول سالها به ما نشان بده که این شرکت درآمدزا نیست بلکه هزینه‌زاست و هر روز اون کسب و کار کوچکتر میشه. خب طبیعیه هیچ انسان عاقلی در اون سرمایه گذاری نمی کنه. عقاید و باورها هم داره یک تراز هستن، ترازنامهی که شاید ملموس نیست. ما دقت در اون به ما نشان میده که برخی از آرا و عقاید در حال ورشکستگی هست، بعضی از ساختارها در حال ورشکستگی هست. یعنی از طالبان اون وضعیت کم و به کسانی که میخوان از اون وضعیت خارج بشن افسوده میشه. حالا ما بیاییم و در این باورها سرمایه گذاری بکنیم، در اون سنتها سرمایه گذاری بکنیم، در اون نحوه انجام ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اخلاقی سرمایه گذاری بکنیم. خب ما میدونیم مکاتب مختلفی وجود دارن، همونطور که در اقتصاد شما مکاتب مختلفی دارید، کشورهایی رو میبینید از قبل طرح و برنامه‌ای توانستن به یک رشد برسن، به ثروت برسن، و کشورهای دیگری رو دارید با برنامه های غلط و نادرست سبب مشکلات بزرگی شدن. یک کشور ورشکسته ای رو برای باقی ماندگان خودشون به میراث گذاشتن. از اهمیت داره که ما ترازنامه این باورها و اعتقادات رو بسنجیم، ببینیم کدوم یکی از این باورها در حال ورشکستگی هست، دیگه در اون سرمایه گذاری نکنیم. کدوم ساختارها و نهادها در حال ورشکستگی هست، دیگه بر روی استقرار و دوام اون پافشاری نکنیم، حاضر نباشیم به هر قیمتی این رو حفظ بکنیم. در اینجا طبق روال برنامه های گذشته که سعی کردیم برای ورود به بحث از مدخل پوپر استفاده بکنیم،
سعی میکنم برای اینکه ورشکستگی رو از این بابت که در سه تعریف خاص و سه شق یا سه دسته مثل ورشکستگی به عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب تبیین کنم، از یک مقدمه استفاده بود. با آن مقدمه ایست که آیزیا برلین مطرح میکنه و بی مناسبت نیست که با دانش نسبت به این مسئله وارد تبیین جنبه های ورشکستگی عقاید بشیم، باورها بشیم، سنت ها بشیم. آیزیا برلین معتقد است که کار فلسفه بررسی مقوله هاست و مقوله ها مؤلفه های پایدارند. یعنی شما وقتی به یک فیزیکدان بگید دانش های پایه او رو، میدونه که مثلا برخی از مؤلفه ها مثل ماده، انرژی، شتاب، سرعت، اینها در درون این دانش مبانی هن، پایه هن. در حوزه اجتماعی هم همین، ما بسیاری از مفاهیمی داریم که ظاهراً هممون بر روش توافق داریم. مثلا وقتی میگید انسان خردمند است، هممون روش توافق داریم. وقتی میگیم انسان مدنی و به طبع هست یا انسان اجتماعی است، ظاهراً همه بر روش توافق داریم. در حوزه سیاست وقتی صحبت از اقتدار، قدرت، مشروعیت و انواع و اقسام اینها میشه، گویی همه ما بر روی اون توافق داریم. آیزیا برلین معتقد است نه چنین نیست. اصلا کار فلسفه اینه که بیاد و نشان بده این ویژگی های پایدار که او اونها رو مقوله می نامد، یعنی در یک کاتگوری قرار می ده. الزاماً به این معنی نیست که هممون روش توافق داشته باشیم. فکر می کنیم داره توافق هستیم. مثلا عدالت از منظر یک کارگر با عدالت از منظر یک اشرافی، با عدالت از منظر یک زن یکیست. شما امروز در جامعه ایران نگاه بکنید، یا به عقب‌تر برید در تاریخ ما نگاه بکنید، آیا یک اشرافزاده تفاوت خودش رو با یک کارگر، کشاورز، دامدار نشانه بی‌عدالتی می‌دانست؟ آیا یک زن و مرد با اون تفاوت در حقوق، در پایگاه، در جایگاه اجتماعی چه درکی از عدالت داشتن؟ یعنی گاهی مقوله هایی وجود داره که ما فکر میکنیم هممون رو میشناسیم، در حالی که نمیدونیم اینطوری. و در امر سیاسی مشروعیت یک حکومت از نظر یک مسلمان همان مشروعیتی است که یک انسان لیبرال نگاه میکنه. مبانی اقتدارشون یکیه، منافع ملیشون یکیه. الان شما جمهوری اسلامی رو در نظر بگیرید، تعریفی که او از منافع ملی داره با تعریفی که من ایمان سلیمان از منافع ملی دارم، زمین تا آسمون ممکنه متفاوت باشه. ما هر دو از همین لفظ استفاده میکنیم، منافع ملی. جمهوری اسلامی هم خودشو حافظ منافع ملی ایران میدونه، اما آیا واقعا اینطوریه؟ این نیازمند اینه که ما در فلسفه برگردیم یک نگاهی به این مؤلفه ها داشته باشیم. اساسا شما شبکه های مختلف رو وقتی باز کنید، از هر طیفی شما فرض کنید احزاب مختلفی دارید، چه در اپوزیسیون چه در پوزیسیون، فرق نمی کنید. هر کدومی تلویزیونی دارن، از صبح تا شب وقتی یادداشت برداری بکنید میبینید همشون صحبت از برابری، آزادی، عدالت، دموکراسی، منافع ملی هست. صحبت از همینا میکنه. اما یه منافع ملی هر کدوم از اینها با هم شبیه، توافق دارن بر روش؟ به هیچ عنوان چنین نیست. بنابراین نیاز هست که ما یک بار نگاهی بیاندازیم به این مفاهیم که اینها چگونن. بنابراین از نظر آیزیا برلین کار فلسفه این است که وارد بحث مقولات بشه. یعنی ما با مقولات سر و کار داریم، بدون اونها اصلا نمیتونیم وارد مسائل فلسفی بشیم. یعنی من و شما اگر مسئله مشروعیت رو حل نکنیم، مقبولیت رو حل نکنیم،
نمیتونیم وارد بحث کارکردهای حکومت ها بشیم، تبعیت مردم از اون حکومت ها بشیم. همین دلیلی که جمهوری اسلامی اصلا فهم نمیکنه مبانی مشروعیت یا مقبولیت از نظر یک انسان دموکراتیک رو، از یک طالب دموکراسی رو فهم نمیکنه. یک انسانی هم که در تفکر لیبرال به دنیا آمده، اندیشه های دموکراتیک داره، اصلا نوع اقتدار و مشروعیت جمهوری اسلامی رو درک نمیکنه. میگه چه مشروعیتی است که اینها توقع دارن از مردم. از اون طرف ایدئولوگ های جمهوری اسلامی هم همینو میگن، میگن اون چیزی که اونا میخوان اصلا هرج و مرجه، دموکراسی یعنی هرج و مرج. مردم که توانایی تصمیم گیری ندارن، همین حرفی بود که خامنه‌ای میزد، مردم که این قدرت تحلیل ندارن، قدرت تبیین مسائل رو ندارن، درک مسائل رو ندارن. بنابراین همه پرسی یعنی مراجعه به آراء عمومی دیگه سوال ببین تو موضوع اصلا ربطی نداره، اصلا شرایطش وجود نداره. پس برای ورود به هر اندیشه‌ای یا باوری ما با اون مقولات کار داریم که اینا کجا آمدن، چطور میتونیم در مورد اون صحبت بکنیم. و نکته دیگر این که ما نیازمند این هستیم که پیدایش این مقولات رو هم درک کنیم. یعنی مشروعیتی که ما امروز داریم نگاه میکنیم آیا از روز اول همین جوری بوده؟ یعنی مبانی مشروعیت در امر سیاسی از روز اول به همین نحوی است که الان دموکراسی محترم است بوده؟ یا اینکه نه، اصلا مبانی مشروعیت در گذشته چیز دیگه ای بوده، جوامع دیگری جور دیگه نگاه میکردن، آن جامعه جور دیگری میدیده، امروز یه جور دیگه نگاه میکنی. منافع ملی در گذشته چه بوده؟ در حکومت های ایدئولوژیک چگونه است؟ شوروی کمونیستی که حاضر از هزینه های جاری خودش به کوبا بده، به کشورهای هم پیمان فکری خودش بده، آیا به منافع مردم کشور خودش داره فکر میکنه؟ مردمی که گرسنه‌اند در شوروی، اما او اسلحه میده به لیبی، به عراق، به کوبا، تعهد میکنه که من نیشکر شما رو میخرم. چرا؟ چون میخواد اونها هم پیمانش باشن. اما یادش میره که در کشور خودش مردم فقیرن. اون منافع ملیش چطور تعریف میکنه؟ در ایالات متحده منافع ملی چطور تعریف میشه؟ کمک کردن به کشورهای همپیمان خب هزینه داره، اون هزینه ها چطور تعریف میشه؟ جمهوری اسلامی امروز چگونه منافع ملی رو تعریف میکنه؟ در کشور مردم در فقر، اما جمهوری اسلامی به دنبال کمک به لبنان، به فلسطین، به جاهای دیگر. این بستگی به این داره که من و شما و دیگران منافع ملی رو چطور تعریف میکنیم، اصلا با این مقوله ها چطور کنار میایم. برای همینه که اگر در مقوله ها ما نتون تبیین کنیم، در فهم رفتارها هم دوچار مشکلیم. آیزایا برلین از قبل این مسئله به یک نکته اشاره میکنه. او اشاره میکنه انسان ها در برابر این الگوها، این مقولات، دست به گزینش میزنن. شما فرض کنید من ایمان سلیمانی به جای اینکه وارد تجارت بشم، کسب ثروت بکنم، میام یک سری دشواری هایی رو بر خودم تحمیل میکنم برای یک مطالعه یا پژوهش، میرم سالها در قطب شمال یا قطب جنوب زندگی میکنم که مثلا وضعیتی رو در مورد طبیعت پیدا بکنم. یک انسانی که به تجارت علاقه‌منده وقتی به گزینش من نگاه بکنه شاید من رو سفیه بدونه، من رو احمق فرض کنه، بگه ببینید زن و بچه و خانواده رو ول کرده، برای چندین سال رفته قطب شمال یا قطب جنوب یا جزایر دوردست داره تحقیق میکنه. چه کاریه؟ یک مغازه‌ای رو راه بنداز، صاحب ثروت میشی، کسب و کاری، چه نیازی داری که دنبال این کار رو بری؟ از اون طرف هم اون محقق یا پژوهشگر ممکنه یه انسانی رو که گزینشش این بوده که به دنبال ثروت باشه، او رو هم انسان مفیدی ندونه در کلیت
جامعه، بگه خب از این تجار کم نداشتیم، اما چه چیزی حاصل شده؟ سلیمانی تجارت کرده، یک دستگاه دکان خودش رو تبدیل کرده به 20 باب مغازه. ما از قبل ثروتش خانوادش بهره بردن، به اندکی هم مالیات داده. ما نگاه کلان او به تولید علم چی؟ به تولید دانش چی؟ خانم مری بویس یکی از اون شخصیت هایی است که در مورد آیین زرتشت خیلی تحقیق کرد. زمانی که اندکی از زندگی نامی او رو میخواندیم اشاره میکنه که او آمد و در مناطقی مثل یزد، شیراز و مناطقی که خب زرتشتیان زیادی بودن برای مدت ها زندگی کرد، دست به ازدواج هم نزد، یعنی احساس کرد که ازدواج کردن مانع از این میشه که او بتونه راحت تحقیق کنه. ممکنه یک زن سنتی ما وقتی نگاه بکنه بگه خب این بانو اصلا داره عقل سلیم نیست، میتوانستی خیلی راحت در کشور خودت ازدواج کنی، بری تابستان ها بگردی، تفریح کنی، این طرف و آن طرف، چرا آمدی در شیراز و یزد و دور از خانواده؟ و در واقع مسئله بر سر اینه که همه ما انسان ها در طول زندگیمون دست به گزینش میزنیم و این گزینش گاهی در برابر ارزش ها و الگوهای متضاده. یعنی شما نمیتوانید هم بخشنده باشید هم ثروتمند بشید، نشدنی. بخشی از اون ثروت رو باید ببخشید. شما نمیتوانید همه زندگیتون رو صرف تجارت بکنید اما از اون طرف هم تبدیل بشید به یک عالم، نمیشه. یه بخشایش با هم همخوان نیست. اگر هر دوش رو داشته باشید به یه اندازه ای دارید. برای همینه که اکثر روشنفکران، پژوهشگران، اساتید دانشگاه های شاخص چندان پولدار نیستن. ممکنه استثناءاتی هم وجود داشته باشه. اما شما برای اینکه بتوانید در حوزه نظر، تئوری نگاه شاخصی داشته باشید، باید تمام حجمتون رو بر روی مقوله بذارید، دلمشغولی های دیگر رو کنار بذارید، سالها برید در کتابخونه ها کتاب بخونید، مطالعه بکنید، فیش برداری بکنید، کتابی رو تنظیم کنید، تحویل بدید. بنابراین از خیلی از تفریحات خودتون باید بسنید. برلین معتقد است که جامعه هم همین بوده است، یعنی در جوامع هم انسانهایی که دور اون زندگیهای متعدد جمع شدن دست به گزینش میزنن و این برگرفته از سنتهای فکری، باورها، عقاید و اعتقادات شد. یعنی ما در درون جامعه تصمیم گرفتیم این مقوله ها رو برگزینیم، اینطوری جامعهمون رو اداره بکنیم، اینطوری ساختارهامون رو تنظیم کنیم و در نتیجه وقتی دست به گزینش میزنیم عواقبش رو هم باید بپذیریم. یعنی شما نمیتونید دنبال آخوند برید اما توقع دموکراسی داشته باشید، توقع حقوق بشر داشته باشید، اقتصاد خوب داشته باشید، نمیشه. شما نمیتونید دنبال استبداد برید اما آزادی طلب کنید، دموکراسی طلب کنید، چون این دو مقوله با هم سازگار نیست. ما باید دست به گزینش بزنیم. در حوزه اقتصاد، اینکه برنامه های اقتصادی ما چه باشه، دست به گزینش میزنیم. در سیاست بین الملل، اینکه دوستان ما کی باشن، چطور با اونها مراوده بکنیم، دست به گزینش زدیم. زمانی که شعار مرگ بر امپریالیسم سر دادیم، یعنی آمریکا که و کشورهای غربی دشمنان ما هستند. وقتی از در سفارت رفتیم بالا، دست به گزینش زدیم و این گزینش هم در راستای همون انتخابی بوده که سال 57 کردیم. پیشتر از اون هم همین دست به گزینش زدیم. در واقع امروز ما ایرانیان محصول گزینش های خودمون هستیم. حتی اگر دیگران هم به ما نسخه هایی رو نشان دادن، باز ما انتخاب کردیم.
غربی ها خواستن فلانی بیاید، بله خب غربی ها ممکنه بخوان، اما تا زمانی که ما نخواهیم که این آقا نمی آمد. سال 57 در خیابان های ایران انگلیسی بودن، آمریکایی بودن، با اتوبوس مثلا از نیویورک آدم آورده بودن در خیابان، نه همین خودمون بودیم. البته خودمون که میدونید بنده بعد از انقلاب به دنیا، اما نمیتونم مسئولیت پدرانمون رو نادیده بگیریم. اول باید به خودمون نگاه کن. ما ها تو خیابون بودیم، دست به گزینش زدیم، گفتیم آقا ما این آخونده رو میخواییم. رژیم گذشته استبدادی بود 100%، اما گزینش ما کی بود؟ یکی بدتر از اون. چرا؟ چون نتوانستیم به درستی تشخیص بدیم، آزادی ها رو از دست دادیم، رفاه و آسایش رو از دست دادیم، کرامت انسانی رو از دست دادیم، شرافتمون رو تا حدود زیادی از دست دادیم، یه چیزی ندادیم. سرنوشت جوامع در گروه گزینش هاست. بازشناسی باورها هدفش همینه. اگر بار دیگری وارد یک مارکتی شدید، وارد یه پاساژی شدید، وارد یه بازاری شدید، یاد بگیرید که چگونه کالایی رو انتخاب کنید که بتونه گزینش خوبی باشه برای اون هدفی که دارید. اگه هدفتون اینه که به 1400 سال قبل برگردید، خب همین هست. اگر هدفتون اینه نگاهتون به جلو باشه، مثل داستان متفاوت. برای حرکت به جلو دشمنان زیادی هم داریم، کسانی که حاضر نیستن این وضعیت رو به هم بزنن. کماکان نگاهشون به عقبه، نوع فرگشتیشون در فرهنگ سیاسی چشمان اونها رو روی پشت سرشون گذاشته، همش نگاه میکنن که ما در چند هزار سال قبل چی داشتیم، هیچ وقت به جلو نگاه نمیکنن، در حالی که در مورد تکنولوژی کاملا به جلو نگاه میکنیم. در این دوگانه رفتار کردنمون خیلی جالبه، همیشه دنبال این هستیم که ببینیم آخرین گوشی موبایل کی بیرون میاد، آخرین تلویزیون، آخرین اپلیکیشن ها، برنامه ها، آپدیت روزانه مثلا فلان چیز کی بیرون میاد. ما وقتی به اجتماع میرسیم میگیم نه ما چیزای جدید نمیخوایم، میخوایم برگردیم همون اندیشه های گذشتم. اگه تفکرمون دینی باشه میگیم میخوام برگردیم به صدر اسلام، دوران رسول الله، دوران علی ابن ابی طالب. اگه نگاهمون سیاسی ایرانگرایی باستانی باشه میخوایم برگردیم به عصر خسرو پرویز، انوشیروان، به اون دوره برگردیم. اگر فرانسویان هم میخواستن برگردن به دوران گذشتشون، به این وضعیت که نمیرسیدن. اگر آلمانی ها میخواستن برگردن به 1000 سال قبل، به عصر شارلمانی و دیگران، به اینجا نمیرسید. امریکاییان هم همینطور. اگر میخواستن به نسل آبا و اجدادیشون برگردن که امروز به این نه، در تکنولوژی، در صنعت، در مسائل اجتماعی پیشرفت نمیکردن. به همین دلیله که ما از یک طرف به دنبال دموکراسی هستیم، اما از یک طرف دیگه اون رو تقبیح هم میکنیم. در واقع لنین یک تعبیر جالبی داشت، میگه کسانی هستن که با پاهای خودشون رأی میدن، و ما امروز اینو میبینیم. یعنی شما مسلمانانی رو دارید به قدری بر روی اعتقادات دینیش پافشاری میکنه که دموکراسی چیز بدی است، آزادی چیز بدی است، حقوق بشر نمیدونم ولنگاریه، انواع اقسام میدونم. اما بهش بگی کجا میخوای زندگی کنی؟ حاضری بری مکه زندگی بکنی؟ تهران زندگی بکنی؟ یا دوست داری بری در پاریس زندگی بکنی؟ در واشنگتن زندگی بکنی؟ در نیویورک؟ میگه نه، کامرم نیویورک زندگی بکنی، من برلین زندگی بکنی. اینا همون کسانی هستن که لنین میگفت با پاهاشون رأی میدن، نه با مغزشون، نه با باورهاشون. باورشون میگه اسلام چیز خیلی خوبی است، همه چیز در اسلام هست، اما برای زندگی میرن جای دیگه. یعنی پاهاشون مشخص میکنه که واقعا تمایل و میلشون در کجاست، کجا رو دوست دارن.
و این دوگان باوری است. جورج اورول به این مسئله اشاره میکنه، دوگان باوری، کسانی که یه چیزی میگن اما یه چیز دیگه عمل میکنن. از اون ور باورهای خودشون رو دارن که بسیار متسلب، بدون تغییر، حق مطلق، غیر قابل تغییر. اما وقتی نگاه میکنن که خب همین عقاید بوده که من رو به این روز انداخته، حالا به دنبال این هستن که برن به کشورهای دیگه. شما جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، فرزندان این رؤسای کشور به کجا میرن؟ هیچ کدوم حاضر نیستن در تهران زندگی بکنن، سرمایه گذاری میکنن در کشورهای دیگه که ما بریم. اینا با پاهاشون رأی میدن. اگر در برنامه‌های تلویزیونی میایید میبینید طرف صبح تا شب در مجد و عظمت جمهوری اسلامی سخن میگه، ولی فرزندانش 4 تا 4 تا 5 تا 5 تا تو کشورهای دیگه زندگی میکنن و گرین کارت دارن و فلان. یعنی کسانی هستن که نه با زبانشون و اعتقاد، با پاهاشون مشخص میکنن در کجا. اونهایی که طرفدار استبدادن میگن دموکراسی نمیخوایم. مثلا دموکراسی یعنی چی؟ آزادی یعنی چی؟ حقوق بشر یعنی چی؟ هیچ کدوم اینا خوب نیست. ما یه آقایی رو میخوایم او هرچی به ما بگه ما قبول بکنیم. خرد جمعی اصلا معنی نداره. کجا مردم عاقلن؟ کجا مردم فهمیدن؟ در حالی که در کشورهایی داره زندگی میکنه که همین خرد جمعی توانسته اون کشور رو به اونجا برسونه، نه اون آقا. اون آقا که بوده، هم خودش هم اجدادش بودن، 2000 سال بودن. میخوان مردم اونا رو کنار زدن، یه فضایی رو باز کردن که خودشون بتونن جامعه رو با نظر خودشون اداره بکنن. به مرور زمان که اون سنت ها عقب نشست، خرد جمعی در قالب دموکراسی در درون اون جامعه، در رسانه های مختلف، با آزادی بیان، با حقوق بشر مستقر شد. اون جوامع به ثروت رسیدن، آرام آرام از اون دوران گذر کرد. از یک طرف دوست داریم در اونجا زندگی بکنیم، از یک طرف همان پایه هایی که اون کشورها بهش رسیدن رو نفی. بنابراین مسئله آیزا برلین این است که کار فلسفه بررسی مقوله است و بررسی مقوله ها نشان میده که ما در شناخت اون مقوله ها باید دست به گزینش بزنیم و این گزینشه که سرنوشت ما رو مشخص میکنه. این که در مورد اینها صحبت نکنیم، اینها به ما، به عقاید ما، به باورهای ما، به فلان ما، بله تو صحبت نکردیم. کالاهایی رو به شما نشان دادن اما مزایا و معایبش رو به شما نگفتن. شما یه دونه برداشتید، بعد دیدید شده این 40 سال 50 سال اجراش کردید، بعد دیدید که این نسخه جواب نداده. سال 56 57 هیچ وقت ما کالایی به نام آخوند رو رصد نکردیم، زیر نظر نگرفتیم، نسنجیدیم. فقط از مزایاش برای ما گفتن. آخوند خیلی خوبه، لباس پیغمبر تنشه، آقای خمینی یه پشه هم نکشته، اینها نماد عدالتن، نماد آزادی هستن، به فکر مستضعفان هستن، دشمن مستکبران هستن، همین رو ما شنید. اما هیچ کس نیومد معایب اونام بگه، چون هزینه داره. گفتن معایب باورها هزینه داره. بنابراین امروز هم من ایرانی اگر در برابر باورهای خودم دست به گزینش نزنم، سرنوشتم جدای از اون نیست. من نمیتونم یه مقوله‌ای رو انتخاب بکنم و بعد از نتایجش فرار بکنم، بگم نه این اون چیزی نبود که من میخواستم. یا مقوله ها رو نمیشناسیم یا در گزینشش خطا میکنم. با این مقدمه وارد بحث شقوق ورشکستگی میشیم. ما در امر تجارت 3 نوع ورشکستگی داریم. نخست ورشکستگی عادی است،
یعنی تاجری که به واسطه یک شرایط بیرونی که مربوط به خطاهای خود او نیست برشکسته میشه. مثلا تاجری در حال زندگیه، اما ناگهان جنگ میشه، ناگهان کشورش تحریم میشه، دزدانی، غارتگرانی اموال او رو مصادره میکنه و تاجر برشکست میشه. ما از اینا زیاد داشتیم. عقاید هم به همین نحوند، یعنی عقایدی وجود دارند که نه به واسطه کار خودشون بلکه به واسطه ایجاد یک شرایط جدید از بین میرن، دیگه نمیتونن افراد رو جذب کنن، دیگه توانایی اینو ندارن که از اندیشه های خودشون دفاع بکنن، بتونن خودشون رو موجه. این نیازمند اینه که ما وارد یک نگاهی بشیم که آیفون ها یک مطرح میکنه، اینکه واقعا اصلا این پدیده ها چگونه به وجود آمدن، یعنی در واقع این تاجر از روز اول که این همه ثروت نداشته، یه آدم معمولی بوده، وارد چه تجارت هایی شده که سود کرده، در کجاها خطا کرده، در کجاها سرمایه گذاریش رو تمرکز داده که با یک تحریم همه چیزش از بین رفته. شما برخی از کشورها هم همینن، کشورهایی که فقط به مسئله نفت نگاه میکنن یادشون میره که اگر نفت تحریم بشه چه کار خواهیم کرد. در سال 54 53 درآمد نفتی ایران بسیار زیاد شد. رژیم گذشته به جای اینکه با خرد با عقلانیت سعی کنه اون توسعه اون رشد اقتصادی رو مهار بکنه، آرام آرام زیر ساختها رو بسازه، این پول رو در جایی سرمایه گذاری بکنه و فکر روزهایی باشه که ممکنه نفت قیمتش کم بشه، آمد وعده های زیاد داد، شروع کرد به انواع و اقسام واردات و وقتی قیمت نفت پایین آمد با دو مشکل مواجه شد. یکی افزایش وعده هایی که داده بود، خب باید اونا رو پوشش میداد، و دوم برنامه ریزی هایی که کرده بود و حالا با کم شدن درآمد نفت نمیتونه پاسخ بده. و شما در جای دیگری هم سرمایه گذاری نکردید که بتونید از قبل اون اینها رو پوشش بدید. کشاورزی ما افت کرده بود، صنایع ما افت کرده بود، البته به غیر از کالاهای جزئی، و ناگهان شما میبینید دچار مشکل میشه. کشورهای تک محصولی دچار این مشکل هست. پس یک تاجر برای اینکه از سیر حوادث بتونه جان سالم به در ببره و مال خودش رو حفظ کنه، نیازمنده یک دقت نظره، یک سرمایه گذاری بکنه در بخش‌های مختلف، رصد بکنه فضا رو. عقاید هم همینن، باورها هم همینن. حالا ما نیازمند این هستیم که ببینیم این باورها چگونه به وجود آمدن، چگونه قدرت گرفتن، چگونه ماندگار شدن و چگونه در حال افولن. اینا بحث مبنایی است اما بسیار مهمه، برای کسانی که علاقه من نیستن خسته کننده است، اما بدون شناخت اونها نمیتونیم درک درستی از پدیده‌های امروزی داشته باشیم. به همین دلیل من وارد مبحث آیفون های یک میشه، چون او دو نظم رو برای ما شناسایی میکنه، دو نظمی که سبب میشه این عقاید، باورها، سنتها و نهادها از قبل اون ایجاد بشن. نخستین نظم، نظمیست خودجوش، خود ساخته، چیزی که فون هایک اون رو با نام کاسموس نام میبره و در بُعد اقتصادی، چون او یک فیلسوف سیاسیه با نگاه های اقتصادی هم هست، بحث کاتالاکسی رو مطرح کن. یعنی نظمی که نیاز به طرح قبلی نداره. به عنوان مثال عرض کنم که کمی بحث ساده تر باشه. شما فرض کنید من ایمان سلیمانی، مثال هم بخوام بزنم، آقای شهرتی رو مثلا مثال میزنم، میخوام با ایشون مراوده ای داشته باشم، معامله ای داشته باشم، دوستی داشته باشم. نخست سعی میکنم دوستی خودم رو پایه پایه جلو ببرم، یعنی آرام آرام صحبت میکنیم،
سر صحبت در مورد مقوله های مختلف باز میشه در حوزه اقتصاد، در حوزه هنر، در حوزه ادبیات، تمایلات شخصی، تفریحات. و من دستم میآید که آقای شهرت چی رو دوست داره، نسبت به چه چیزی ناراحت میشه، نسبت به چه کلماتی حساسه، نسبت به کدومی که از باوراش نگاه بسیار سفت و سخت میده. در واقع خودجوشه، آرام آرام شکل میگیره. یعنی نظم روابط بین من و آقای شهرتی به همین نحو شکل میگیره. امروز در ازدواج هم همینه. شما دیدید مسئله ازدواج هایی که امروزه در جهان مدرن هست برگرفته از یعنی چیز کوچیکی، یه مدل کوچکی از همین نوع نظمه. دختر و پسری که همدیگر رو میبینن، آرام آرام با هم صحبت میکنن، از علایق هم میگن، از حساسیت های هم میگن، از مشکلات و دشواری های هم میگن، بعد یه تعاملی ایجاد میشه بینشون. ما در جهان طبیعت هم همین رو دیدیم. مسئله انتخاب طبیعی، حالا برخی ها مسئله فرگشت رو مطرح میکنن و بعضی هم به غلط بحث تکامل رو مطرح میکنن، همینه. یعنی موجوداتی که به مرور زمان خودشون رو در طبیعت وفق دادن که چطور بتونیم خودمون رو زنده نگه داریم. و اینم به زور ربطی نداره، میلیون ها سال قبل دایناسورها از بین رفتن با اینکه زورشون خیلی بیشتر از حیوانات دیگر بوده، اما اونا زنده موندن به دلیل اینکه خودشون تطبیق بدن با اون نظم جدیدی که در طبیعت بوده، خودش رو تطبیق دادن. مسئله انتخاب طبیعی یا فرگشت همینه، یعنی موجوداتی که خودشون رو با شرایط تطبیق میدن. عقایدم همینن، عقایدم خودشون رو تطبیق میدن با شرایط موجود. اسلامی که در شبه جزیره عربستانه زمانی که به ایران میاد خودش رو تطبیق میخواد بده با اون وضعیت. اسلامی که در ایران 1400 سال پیش بوده با اسلامی که امروز داریم صحبتشو میکنیم متفاوت شده. این به این معنی نیست که اسلامی که الان هست مثلا حالا نواندیشان دارن یا گروه دیگر دارن درسته ها، نه، منظور بس تطبیقشه. یعنی عوارضی که بر اون اصل خودش رو تحمیل میکنه. خب این یه نظم. یک نظم دیگری رو هم داریم که فون هایک از اون به عنوان نظم طراحی شده، نظم ساخته شده نام میبره. نظمی که در اون یک تکسیس وجود داره که در حوزه اقتصادی بهش میگه اکونومیک. اکونومیک یعنی نوم به معنای مدیر و ایکو به معنای خانه. در گذشته فیلسوفان ما وقتی اکونومیک رو ترجمه میکردن مینوشتن تدبیر منزل. شما در آراء فیلسوفان قدمایی ما نگاه بیاندازی، وقتی بحث اندیشه های اقتصادی میشد به ما تدبیر منزل ازش نام میبردن که ترجمه تحت و لفظیز از اکونومیک. در این نوع نظم یک طراح وجود داره که به شما برنامه میده، دستور میده. مثل خانه که یک پدری هست یا یک رئیس قبیله هست دستور میده. بنابراین نظم در تعامل شکل نمیگیره، به شکل دستوری شکل میگیره. حالا برگردیم به همون مثالی که بزنیم. فرض کنید من میخوام با آقای شهرتی، ایشون رو تازه دیدم، موقعی به من میگه میدونی آقای سلیمانی، آقای شهرتی خصیصه‌هاش ایناست، باهاش سر این مسئله شوخی نکن، سر اون مسئله باهاش سر شوخی رو باز کن، با این مسافرت برو، باهاش معامله نکن، همه اینا رو به من میگه. یا دیدید در مورد مسئله ازدواج که ما عرض کردیم، در گذشته همینطور بود، پدری میامد یه دختری رو انتخاب میکرد برای پسرش، در نهایت دیگه اگر خیلی لطف میکردن در حضور یکی دوتا شاهد میرفتن پسر و دختر در اتاق 5 دقیقه با هم صحبت میکردن، میامدن بیرون میگفتن آقا ما با هم تفاهم داریم. این رو نظم در نظر بگیرید. فون هایک معتقد است که آن چیزی که جوامع مدرن رو میسازه همین نظم خودجوشه، نه نظم طراحی شده. چون نظم طراحی شده تبدیل میکنه یک جامعه رو به مشکلات بزرگ. یعنی کسی که طراح این مقوله هست به شما چیزهایی رو میگه که الزاماً نسخه درستی نیست،
یعنی فرض کنید وقتی پدر من یه دختری رو برای من انتخاب کرده و منم 5 دقیقه باهاش صحبت کردم، طبیعیه نمیتونم نسبت به اون شناخت داشته باشم با اون نظم خود جوش که مثلا من با دختری دوستم بیرون میریم، این طرف اون طرف، مشکلات رو میبینیم، خوشی ها رو میبینیم در زمان حضر، سفر، تفریح، بعد دستم میاد که این اخلاقش چطوره. ما با 5 دقیقه که من نمیتونم بفهمم ایشون چطوره، فقط پدرم او رو برای من برگزیده، گفته این خانم خوبیست، حالا با معیارهای خودش نه با معیارهای من، چون همش متفاوته. ادیان هم همینه. شما مسئله فرگشت رو که من مطرح کردم در برابر اون نظم ادیان در نظر بگیرید. شما در نظم ادیان یک طراحی وجود داره به نام خدا، تصمیم میگیره انسان رو خلق بکنه. خب به جبرئیل میگه برو رو زمین چند تا از این گلا وردار بیار، من میخوام اون بالا بشینم یکم گل بازی کنم و یک کوزه ای درست کنم و اینها، انسان رو خلق میکنه. یعنی یک طراحی که فلبدای تصمیم میگیره و دست به خلقت انسان میزنه، گویی انسان اصلا فرگشت نشده. یعنی شما به صدها هزار سال قبل، 200,000 سال قبل، هر چقدر عقبتر برید، انسان همینی هستش که اون موقع هم بوده بدون کوچکترین تغییر، در حالی که ما میدونیم این گونه نیست، موجودات این گونه نیستن. جامعه هم همین گونه است. طراح جامعه کیه؟ آیا خود انسان ها هستن؟ نه، گویی طراح جامعه انبیا هستن، انبیایی که جامعه خودشون رو دیدن، یک نسخه در یه ایدئولوژی نوشتن، دادن دست جامعه، گفتن بفهمید طرح جامعه اینه، بنابراین به این صورت هم باید اداره بشه. دیگه نگاه نکردن که این مردم آرا، عقاید، سنت‌ها، نهادها آیا تعاملی با هم داشتن شکل بگیرن؟ یا من در ایران باستان باید طبق اون مؤلفه‌های زندگی کنم که یک عربی در حجاز زندگی می‌کرد؟ یا من در ایران امروزی باید به نحوی زندگی بکنم که یک عربی در اون موقع زندگی میکرد؟ و در اینجاست که ما مشکلات نظم طراحی شده رو فهمیدیم، نظمی که برای ما نتونسته اون آزادی ها رو به دنبال بیاره، اون قوام و دوام رو برای ما محقق بکنه. وقتی این نظم طراحی شده است، وقتی در برابر مشکلات قرار بگیره پس زده میشه. شما به اندیشه های مارکس نگاه بکنید، یک تسلبی در او هست، به همین دلیلی که بسیار شکننده است، چون بلا فاصله شما با پدیده های روبرو میشید میبینید نه این گونه نیست. به عنوان مثال عرض میکنم، مارکس معتقد بود که کارگران یه منافعی دارن و منافع اونها کاملا در تضاد با منافع سرمایه داره. در نتیجه به مرور زمان این کارگر به خودآگاهی طبقاتی میرسه، یعنی میفهمه که آقا دارم استثمار میشم، دارم بدبخت میشم، دست به انقلاب میزنه. ما نکته جالبتر اینه که دیدیم نشد. اتفاقا در جوامع سرمایه‌داری کارگر دست به انقلاب نزد. چرا نزد؟ به خاطر اینکه کارگر خودش رو سهیم کرده در سود کارخانه، کارگر خودش رو در راستای منافع کارفرما داره میبینه، منفعت خودش رو میسنجه و دست به انقلاب نزده. چرا نزده؟ بخاطر که همون نظم خود جوش که آرام آرام اینها رو با هم تعامل میده سبب شده مؤلفه‌های دیگری به این طرح اضافه بشه که دیگه کارگر نیاز به انقلاب نبینه، بلکه میگه من خب حداقل ساعتم رو طبق قانون کار میتونم بگیرم، از مزایا و پاداش و چیزهای دیگه استفاده کنم. گاهی هم نگاه میکنم رؤسای من اصلا سرمایه‌دار نیستن، از خودمونن، یعنی کسانی که درس خوندن، تحصیل کردن، امروز در سود کارخانه به عنوان مدیر هستن، در جای دیگری فعالیت میکنن. همین دلیل تجدید نظر طلبانی در اندیشه‌های مارکس پیدا شدن. یعنی اون نظم طراحی شده مارکس اینجا میبینی کارگر نیست، مؤلفه‌های دیگه وارد میشه و این نظم خودجوش سبب میشه که شما دیگه به راحتی در کنار هم دیگه بتونید جلو بیایید. خب از قبل این ما چی میفهمیم؟ از قبل این میفهمیم که آرا و عقاید هم همین گونه هست. شما به مفهوم زبان نگاه بکنید. آیا زبان فارسی که الان من با شما صحبت میکنم
همین زبانی است که 2000 سال قبل طراحی شده. به هیچ عنوان شما اگر کتاب‌های 400 سال قبل 500 سال قبل رو برید نگاه بکنید، خیلی از کلمات اساس شما نمیفهمید. خیلی از اون افراد هم که امروز بیان در اینجا پای صحبت ما بشینن متوجه نمیشن. شما فرض کن شاه عباس رو بیارید اینجا بشین، به من بگه سلیمانی چیکار داری میکنی؟ که دارم از طریق اینترنت با تلویزیون پارس در مورد مسئله. خب ایشون نمیدونن اینترنت چیه، تلویزیون چیه، چون در اون زمان وجود نداشتن اینا. یعنی زبان دگرگون میشه، تحول پیدا میکنه در گفتگو با دیگران. ما یک سری تیکه های خاصی یاد میگیریم، ضرب المثل های خاصی رو یاد میگیریم، اینها رو وارد ادبیاتمون میکنیم، وارد مثل ها و متل ها و داستان ها و قصص خودمون میکنیم. زبان ما غنی تر میشه، قدرتمندتر میشه. خب همینطور به عقب بریم، شما حتما شنیدید خیلی از افرادی که سن و سالی حالا دارن 50 سال 60 سال میگن بچه های ما با زبانی صحبت میکنن که اصلا ما نمیفهمیم، اصطلاحاتی به کار میبرن که اصلا ما نمیفهمیم، ما نداشتیم در گذشته. و درست هم میگن، چون زبان مفهومی است که در واقع مؤلفه ای است که تغییر میکنه، دال و مدلش عوض میشه، گویی کاملا متناقض میشه با اون چیزی که مثلا پدران ما میاندیشیدن، امروز به یه جور دیگه به کار میره. خب در یک واحد زمانی خیلی کوتاه، یعنی 30 سال 40 سال، با یک تغییر نسل شما میبینید تفاوت ایجاد شده. حالا برگردید به 4000 سال قبل، به 5000 سال قبل، یا برگردید به اون انسان‌های اولیه، با چه زبانی با هم صحبت می‌کردن؟ شاید کل زبان اونها تعداد کلماتش زیاد نبود، همین کارهای روزمره‌شون بود. وقتی ما مراوده می‌خوایم بکنیم با کشورهای دیگه، زبان جدید می‌خوایم. وقتی ساختار می‌سازیم، زبان جدید، مفاهیم جدید. وقتی اکتشاف می‌کنیم، تولید می‌کنیم، زبان جدید می‌سازیم. حالا مقصودم چیست؟ مقصودم این است که زبان یک مفهوم طراحی شده نیست، بلکه به مرور زمان در طول صدها هزار سال به وجود آمده، از اون ارتباط اولیه ساده گرفته تا امروز که راحت مفاهیم فلسفی صحبت میکنیم، در مورد مفاهیم اقتصادی صحبت میکنیم، دایره لغات ما گسترده شده، دانش هم همینه، علوم و یا علومی که امروز ما داریم حاصل یک طراحی خاصی است. میگیم نخیر، روز به روز به علوم تکنولوژی، نهادها، شما برگردید به انسان‌های اولیه، چیزی به اسم قوه قضاییه داشتن؟ نه. قوه مجریه داشتن؟ نخیر. قوه مقننه داشتن؟ نخیر. یه رئیسی بود همه کارا رو انجام میدید، چون نیاز به تخصص نبود، نیاز به تفکیک قوا نبود. اصلا مفهوم دولت مدرن چطور ایجاد شده؟ برای یه ضرورتی ایجاد شده. شما در گذشته مرزبندی کشورها به این نحو نبود، این همه قواعد نداشت. ساختارهای اجتماعی تغییر میکنن بر اساس اون ساختارها، باورها، سنتها، نهادها تغییر میکنن. ما چرا اینا رو عرض میکنیم؟ به این دلیل که وقتی شما نظم خودجوش دارید، اما فکر میکنید اینها طراحی شده است، یعنی یه تداخل ایجاد شده. دین به ما گفته اینه طراحی خداست، اخلاق خداوند به ما گفته که انسانها این گونه هستند و باید این گونه زندگی بکنن. ما میبینیم اون چیزی که خدا در قرآن دستور داده، در روایت دستور داده، اصلا با مقتضیات امروز ما هم خوان نیست. شما با اونها نمیتونی یه ده رو اداره بکنی، یه روستای دور افتاده هم نمیتونی اداره بکنی، چه برسه به یه جامعه مدرن امروزی. شما اقتصاد اسلامی، آقای ابوالحسن بنی صدر اینا دنبال اقتصاد اسلامی هم بودن تازه. خب بیارید ببینیم اقتصاد اسلامی چیه، اصلا کدوم یکی از این مفاهیم اقتصادی مدرن با این در هم تنیدگی و جهانی شدن و مسائلی از این دست رو میتونه پوشش بده؟ یعنی خام خیالی، یعنی همین که شما مفاهیم جهان مدرن با اون پیچیدگی ها ببرید در یه نظم طراحی شده،
بگید خداوند گفته که طبق این نظم جامعه باید اداره بشه، خب در نهایت ما به همین جا میرسیم. اقتصادمون اسلامی، اخلاقمون اسلامی، سیاستمون اسلامی یا دینی، هر کدومو در نظر میگیرید. خب از قبل اون نظم طراحی شده ای که مربوط به دوران باستان بوده، شما امروز نمیتونید جامعه رو اداره بکنید، نظم خود جوش بسازید. و اینا مشکلاتش برمیگرده به اون حتی اندیشه های فلسفی، بحث مسئول افلاطونی و اینا برمیگرده. یعنی مشکل فقط اسلام هم نیست، در میان فیلسوفان هم کسانی بودن که به نظم و طراح خاص باور داشتن. مسئول افلاطونی که از اوناست، اندیشه های دکارتی که از اوناست، هابز به همین فکر میکنه که جامعه حاصل طراحیست، قانون حاصل طراحیست، اخلاق طراحی شده که اینجوری باشیم. نه، ما به مرور هم زمان فهمیدیم، در تعامل با هم فهمیدیم که کدوم یکی از این جنبه های اخلاق خوبه. بنابراین ورشکستگی به تقصیر به این دلیل است که گاهی باورها و عقاید خودشون رو از اون بستر جدا میکنن. یعنی میدونه که به مرور زمان یک کودک از کودکی بالغ میشه. الان من و شما میدونیم یک کودک در سن 4 سالگی نمیتونه ازدواج بکنه، چون شرایط ازدواج رو نداره، از نظر عقل، درک که اصلا زندگی چیه، مسئولیت چیه، تعهدات چیه، نمیدونه. به مرور زمان باید یه سری دانش ها رو اخذ بکنه و بعد ادامه بده. اینو ما میفهمیم، اما جالب اینه که در حوزه عقاید اینو نمیفهمیم. اصرار داریم که یه کودکی به نام حالا هر دینی، هر ایدئولوژی که مربوط به گذشته بوده، برای امروز بتونه مثل بزرگا رفتار بکنه. عقاید مارکسیسم، اسلام، فاشیسم، تمام این عقاید با اینکه در جهان مدرن هم رخ دادن، اما بستر اونها برمیگرده به یک طراحی که مناسبتی با عقاید امروز نداره. خب ما وقتمون هم تمام شد، من نرسیدم مثلا به مسائل دیگه چون بحث خیلی گسترده است. ادامه این نظم خودجوش که بسیار برای ما مهمه، در نوبت بعد سعی میکنم تبیین کنم، بعد وارد ورشکستگی به تقصیر بشیم که ناشی از نظر و عمل هست، که برخی از باورها و عقاید، ساختارها و نهادها به دلیل عمل بدشون ورشکسته شدن. شما اسلام یه بخشی ذهنی است، یه بخشی هم حکومت‌های دینی است که شما دارید می‌بینید. یعنی عملی که اونها انجام دادن ورشکسته کرده اسلام بود. اینا رو در جلسه آینده و نوبت بعد به شکل مفصل در موردش صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم تلویزیون پارس جان شهرتی عزیز، امیدوارم این مباحث مفید واقع بشه. پایدار باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی